جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. خب اگر دوستان راجع به روایت سابق سوالی دارن بفرمایند و الا وارد روایت جدید بفرمایید. ست اسمی که چی؟ نه در مرتبه احدیته. ایشون فرمودند که این ستا اسم در حقیقت ظهورند، اون موقع اون اسم مکنون مخزون میشه مرتبه احدیت. ندارن، نه لذا فاقه خلق هم نیست بهشون چون ظهوری ندارن. اما عرض کردیم احدیت نسبت به مرتبه هویت ذاتیه حضرت حق آیا خودش یه مرتبه تعین و ظهور هست یا نیست؟ خودش یه مرتبه زود که اون خالق این اسماءه. دقت میکنید؟ او خالق این هاست. لذا این خودش یه نحوه ظهوره. اما ظهورش به چه نحویه؟ به نحو اطلاقی که ظهور تعینی نداره. این که لا تعین له، این در حقیقت خودش یه ظهوره که اونجا میشه لا به شرط، این میشه به شرط لا. دقت میکنید که حالا یه بحث دیگه نمیخواستیم وارد اون بشیم، الان هم نمیخواییم وارد بشیم، که فعل الهی مرتبه لا به شرط قسمیه، اون مرتبه به شرط لایی یه مرتبه از ظهور حضرت حق است، لا به شرط مقسمی هم یه مرتبه از ظهوره. اینا سه بیانه، لا به شرط قسمی، به شرط لا و همچنین لا به شرط مقسمی، هر کدام یه بیانی دارد که اونجا. ولی خب او مرتبه اسم مکنون مخزون مرتبه احدیت رو مرحوم علامه گرفتن که این سه اسم حاجب از او هستن و اشاره به او میکنن و حائل نسبت به او هستن. خوانده نشده. در بعضی از ادعیه آمده که و به اسم کل مکنون المخزون الذی لا یخرج منک ابدا. اونو کی داره در حقیقت خطابش میکنه؟ معصوم. و اون هم داره خطابش میکنه به همون مکنونیت و مخزونیتش. الان اینجا هم میگه مکنون مخزون هست، نمیگه نیست، میگه مکنون و مخزون هست اما فاقه خلق بهش نیست. پس اگر یه موقعی به اون اسم قسم داده میشه قابل قسم هست اون اسم، اما قابل ندا نیست. قابل ندا تعین میخواد. قلت الله عبد الرحمن عین ما تدعو، ندا و خواندن و دعا در جایی است که تعین باشد. لذا قلت الله عبد الرحمن عین ما تدعو فلهو. فلهو یعنی اون مرتبه مکنون مخزون. همه این اسماء حسنا مربوط به اوست، اما خود او به تنهایی قابل ندا نیست چون تعین ندارد. اما میتونیم بگیم به اسم کل مکنون المخزون الذی لا یخرج منک ابدا، درسته، امکان پذیره. یا همون جوری که در وصیت نامه حضرت امام رحمت الله علیه دیدید که اونجا میفرماید که حضرات معصومین مظاهر جمال و جلال الهی و همه اسماء الهی حتی المستعصر منها، چون اسم مکنون مخزون مرتبه دیگرش اسم مستعصره،
دقت میکنید اسم مستعصر که استیصار یعنی مخصوص خود خداست، دیگه او ظهوری ندارد که دیگری شریک باشد. اگر میگه حتی المستعصر منها، اونجا حتی المستعصر یعنی او مظهریت مستعصر دارد در اونجا، یعنی اون کسی که متصل اونم مظهریت مستعصر، یعنی اون هم در حقیقت تو اون مرتبه، تو مرتبه خلق نیست، تو اون جنبه یل ربیش فقط در حقیقت دیده میشه، که او یه بحث دقیق دیگری دارد که دیگه الان اینجا جاش جا. بنا نشد که بگیم، گفتیم دارد. دیروزم یکیش رو اشاره کردیم. یه بحث دیگری هم که بر اون میتونه مترتب باشد این است که نگاه به اسماء الهی، هر اسمی به خصوص با ترتب و چینش اسماء که معلوم باشه چجوریه، هر اسمی وقتی انسان از اون منظر به عالم نگاه میکنه، همه عالم رو با او مشهودش قرار میگیره، با اون اسم. یعنی اگر انسان از اسم رازق به عالم نگاه میکنه، همه عالم رو با مرزوقیت میبینه. اگر به اسم خالق به عالم نگاه میکنه، همه رو با مخلوقیت میبینه، با اسم خالق میبینه. او وقت این رؤیت ها وقتی ترتبشون بر هم دیگه روشن میشه، وقتی که سالک در مسیرش از اسمی به اسمی در حقیقت سیر میکنه، میفهمه که در کدام موطنه. آیا مسیر ارضیه اسما رو داره طی میکنه، از کدام اسم داره به عالم نگاه میکنه، در بساطت اسما هست، در ترکیب و نکاح اسما هست، هر کدام از اینها حالی برای او ایجاد میکند. ماها هم همین گونه هستیم، یعنی تمام حالاتمون، تمام رابطه هامون بر اساس نظام اسمایی است، منتها ما علم به علم نداریم. یعنی ما علم به علم نداریم که الان کدام اسم تأثیر داره تو ما میکنه و مظهر چه اسمی هستیم و اگر بخوایم این تغییر ایجاد شه چه اسمی باید حاکم بشه تا از این حال خارج بشیم، تا اون اسم حاکم بشه. همه اینها در عالم در حقیقت داره محقق میشه، اما ما علم به علم نداریم. لذا کسی که در اینجا حقایق اسما رو مشاهده میکند و این ترتیب، او میفهمه که این چینشی که امام کرده یعنی چی، او میفهمه چه لذتی تو این چینش هست که میفهمد چگونه از اسمی به اسمی باید چکار بکنه. این صدنه و خدمه، این اسماء جزئی صدنه و خدمه کدام اسم امت، یعنی میفهمد که الان داره از کدام سرچشمه این اسم به او افاضه میشه. یعنی غیر از این که از این فیض بهره منده که این اسمه، میفهمد سرچشمه این فیض هم کجاست. او وقت وقتی که سرچشمه رو بفهمه، مثل کسی میمونه که یه موقع فقط همین آب جلو چشمشو میبینه، یه موقع سرچشمه این آب رو هم میداند که کجاست، که این در حقیقت از کجا نشأت گرفته و به او اشراف پیدا. لذا طریق حرکتش میشه، لذا کاربردی ترینش این است که با ما در ما در زندگیمون حشر داریم با اینها، اما چون علم به علم نداریم، نمیتونیم از اسمی به اسمی و از اسمی به سرچشمه اون اسم و ام اون اسم و اصل اون اسم حرکتمون رو اختیاراً شکل بدیم. اما بدون اختیار ما حرکت هامون داره چی میشه؟ شکل پیدا میکند. اگر کسی حرکتش اختیاری شد، اون موقع میفهمد که این حدیث چه تحفه و سرمایه عظیمی برای حرکت اوست. بله. یعنی او رو مشیت گرفت و مشیت که گرفت شد همون اول ما خلق الله. بله. عرض کردم احدیت گرفتن، یعنی این در حقیقت مرتبه اسم مکنون مخزون رو احدیت گرفتن، مرتبه مکنون مخزون رو. اون وقت اون اسمی که خلق شده که اینا اجزایش هستن، اون خلقی که اینها اجزایش هستن که اون ظهوره، مرتبه اصل و ظهور ذات گرفتن، که ذات ظهورش در مرتبه ظاهر و باطنه، در مرتبه ظاهر و باطنه. اونی که ظاهر است میشه اون سه اسم، اونی که باطن است میشه اسم مکنون مخزون. یعنی بله، مکنون مخزون میشه احدیت، ولی اون اسمی که این چهار جز جزش بود، چهار جز نه به معنای اجزایی، به معنای چهار ظهورش بود، احدیت وقت میشه یه ظهورش. اون اسم آره آره بله بله، این چهار تا با هم میشن ظهور او. خب عرض کردم او اشاره به مقام هویت اون اسم، اشاره به مقام هویت اون اسم، اون اسمی که خلق شده که این چهار تا ظهورشن، او اشاره به مقام هویته. وقت مقام هویت فوق اونه، مقام هویت یعنی اون مقام ذات دیگه، که ذات بدون در حقیقت حتی ظهور احدیت،
که اون غیب الغیوب مطلقه. دقت میکنید؟ چون بعضیا احدیت رو غیب گرفتن، بعد مرتبه اون اسم رو غیب الغیوب گرفتن، بعد مرتبه به اصطلاح اون خالق رو که خالق نه به معنای خالق که اسم به اصطلاح جزء باشه، او رو مرتبه در حقیقت فوق این غیب الغیوب گرفتن که ذات مطلق میشه، که غیب الغیوب هم یه تعینش میشه که اون در حقیقت میشه اون اسم، چون اگر احدیت رو غیب گرفته باشن. حالا اینا یه خورده اصطلاحه دیگه، امرش روشنه که اون اسم هم مخلوقه به معنای همون ظهور، اسمی که این چهار جز ظهورشن، بعد خود ذات از او در حقیقت چی هستش؟ فوق اوست. فوق او به معنای اینکه اون هیچ ظهوری دیگه ندارد، حتی همین ظهور خلقیه. بله اون در مقام مشیت که بود میشد اونها. بله اینها در حقیقت حیات و علم و در حقیقت اینها رو که بگیرن اسماء ذات میگیرن، حیات و علم و قدرت رو در حقیقت اراده میگیرن، که اینها به اصطلاح ارکانش اینها میشه. منتها در اینکه اسماء جلالی و اسماء به اصطلاح جمالی ارکانشون با هم متفاوت میشه. در اونجا چون الله بود، فقط الله بود، اون چهار رکن در حقیقت آشکار بود، اون چهار صفت آشکار بود، اما در اینجا هر کدام چهار رکن داره. در الله چهار مرتبه در حقیقت ایجاد ذوات، چون عرض کردیم که بعد بیانش میشه، برای این که علامه میفرمایند که اونجایی که الله آمده ایجاد ذواته، اگر یادتون باشه که ذات به ما ذوات به ما هو و ذوات رو در حقیقت مبدئیتش میشه، بعد کمالات ذات میشه جمال، اون وقت صفات سلبیه که رفع نواقص میشه چی؟ جمال، که صفات سلبیه میشه. اون وقت برای اینها دیگه رکن خاصی شمرده نشده در اینجا که بگن این چهارتا رکن صفت جمالی است یا چهارتا رکن، اینا اختلافی میشه دیگه، بر اساس این است که صفات جمالی رو بر چه اساسی هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن قرار داده باشن. اگر این باشه چهار رکن میشه این چهار رکن، اگر نه غیر از این که غیر از اینم قرار داده حیات و علم و قدرت و اراده قرار داده باشن، چهار رکن صفت جمالی میشه اینها. دقت میکنید؟ و کذا در صفات جلالی همین اختلاف هست که کدام در حقیقت رفع و رفع نقص رو قرار دادن. این در حقیقت اونجا دیگه اینا اختلافیه، یه قدری اشارم نکرده مرحوم علامه، مال همین است انتهای المیزانم و همچنین رسائلم میفرماید که این جای بحث زیادی دارد و این روایت ابواب معرفت زیاد، منتها ایشون میفرماید الان در مقام اون نیستیم و الا این روایت کشش داره جمعش از جاهای مختلفی تا اینکه بحث معلوم بشه که چقدر عظیمه، هم کاربردهاش هم نتایج معرفتیش. بله خب چی؟ بله نداریم. نه ببینید، یک مرتبه شهوده، یه مرتبه کماله. یه موقع هستش که من دارم میخورم غذا رو، فرق دارم مثال میزنم، یه موقع هست در مرتبه خوردن غذا با خالق محشورم، یعنی خالقیت رو میبینم، محشور با خالقیتم. کسی که به رزق مشغوله و از رازق در حقیقت غافله، یک مرتبه از رزق داره میخوره، اونی که در حین رزق خودش رو ذاکر میبینه، یعنی میبینه با رازق محشوره، یه مرتبه از حشره. اونی که علم به علم داره، علم حصولی نیست، یعنی حالتش دوام ذکره، یعنی میبینه تمام اینها چی هستن؟ تمام اینها اسماء و صفات الهی هستن و خودش هم که داره حشر پیدا میکند، از اسمی به اسمی، از خلاصه ظهوری از اسم به ظهوری از اسم، لذا میبیند که فقط در ید قدرت اوست، لذا میبیند که او در عالم کار است، لذا محشور دائم با اوست. لذا لا حول ولا قوت الا بالله در مرتبه فعل، لا اله الا الله در مرتبه صفات، لا هو الا هو در مرتبه ذات، همه اینها براش اینگونه مشهود میشه. یعنی این فقط این نیستش که علم به علم داره، یعنی بدون مفهومن این اسم الان در کاره، او که اثری نه، اون مثل غافل میمونه. اون که بدون مفهومن این اسم درش در کاره یا اون اسم، اینم خوبه، اما این مثل کسی است که نمیدونه از جهت اثر. اونی که میگیم میداند، یعنی علم به علمش به نحوی است که حالت ذکر براش ایجاد میکند و
مظهریت اون اسم در وجودش تام میشه، چون علم به علمش خودش ادراکش تامیت اون اسمه. بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. روایت دوم، حالا این باب رو اگر ایشالله بتونیم تمام بکنیم، چون بعد میخوره درس چیز به تعطیلات ممکنه فاصله بیفته، اگر امکان پذیر بشه که ایشالله بتونیم بخونیم. در این روایت شریف میفرماید ابن سنان قال سألت ابو الحسن الرضا علیه السلام هل کان الله عز و جل عارفا به نفسه قبل ان یخلق الخلق. سائل عبدالله ابن سنان، این که سائل عبدالله ابن سنان، ببینید ما توی روایاتمون ظاهرا عبدالله ابن سنان دیگه، چون اینجا ذکر نکرده، ولی ظاهرا اونجا که ذکر نمی‌کنن عمدتا در حقیقت عبدالله ابن، هر چند تو روایات معرفتی عمدتا روایات فقهی از عبدالله ابن سنان نقل شده و روایات معرفتی از محمد ابن سنان نقل شده، اما ظاهرا مثلا اگر از عبدالله ابن سنان، حالا فرق هم نمی‌کنه چه محمد باشه چه عبدالله رحمت الله علیه، ما بحث در این است که این یه قاعده است، اگر راوی سوال میکند از حضرت، دو در حقیقت نکته دارد، دو گونه میشه این رو برای راوی ارزیابی کرد، یا اینکه راوی حد معرفتیش این مرتبه بوده که سوال کرده، لذا میتوانیم با سوال راوی و جواب امام ما حد راوی رو تشخیص بدیم. گاهی این گونه نیست، این یه قاعده است، دقت بکنید که گاهی رمی نکنید زودی راوی بزرگ رو با یه سوال کوچک احساس بکنید که کوچکه، اون اولی این گونه است عام. دومی این گونه است که گاهی راوی یه مشکل و شبهه‌ای معروف شده بوده و مطرح بوده، به خاطر اینکه از زبان امام رفع این شبهه و جواب این شبهه رو نقل بکنن برای دیگران، نه از زبان خودشون، خودشون هم این شبهه براشون نبوده، این سوال براشون نبوده، اما چون این شبهه دائر و رائد شده بوده و عده‌ای بهش مبتلا شده بودن، سوال میکردن تا نقل کلام امام باعث بشه چی بشه؟ اونهایی هم که شبهه دارن، شبهشون به واسطه این که از امام نقل میشه برطرف بشه. لذا اگر نبود این فرض دوم که گاهی سوال بوده از شبهه که تا رفع شبهه بکنن برای دیگران، اگر نبود میتوانستیم همیشه با سوالها حد راوی رو تشخیص بدیم. مثلا میتونستیم با این سوال بگیم که معلوم میشه سائل از یک مرتبه معرفتی پایینی برخوردار بوده، چون این سوال که هل کان الله عز و جل عارفا به نفسه قبل ان یخلق الخلق، قبل از اینکه خلق رو خلق بکند آیا خودش رو میشناخته؟ این سوال خیلی سواله به اصطلاح نازلیه، سوال کوچکیه. از اینکه امام جواب فرمودن و بعد هم در جواب تفصیل دادن بعد از سوال سائل، بیشتر اون جهت دوم استفاده میشه که سائل خودش مطلع بوده، اما نگاه بر این بوده که یک شبهه ای رو که مطرح بوده مطرح بکنن تا رفع اون شبهه برای عموم بشود. ظاهرش میشه اینجوری این سائل رو تبرئه کرد از اینکه حدش این نیست، بلکه در مثل این میمونه که یک کسی خودش جواب سوال و بلد امروز، درسته، اما از یک بزرگی سوال میکنه که تا نقل از اون بزرگ باعث بشه دیگران هم به راحتی قبول کنن. اگر خودش بگه اینقدر مردم قبول نمیکنن، اما اگر بگه فلانی هم نظرش این است، به راحتی قبول میشود، راحت تر مورد پذیرش قرار میگیره. لذا در اینجا هم این گونه بوده، گاهی خودش سوال و جوابش بلد بوده، اما عمدن سوال میکردن از حضرات تا چی بشه؟ یه قاعده است، این قاعده مهمی هم هستش، بعضیا این قاعده رو توجه نمیکنن، وقتی یه سوال اینجوری رو میبینند اون وقت راوی رو مورد قهر قرار میدن، میگن ببینید فلان جایی همچین سوالی کرد و چون این سوالو کرد، بله، نه تو ضابط بودنش، تو این که از جهت معرفتی حدش اینه، لذا امکان خطا در اقوالش هست، چون حد معرفتیش اینه، نه در ضابط بودنش. ضابط بودن به این ربطی نداره، ممکنه یک کسی خیلی هم وارد نباشه در ضبط در معرفت، اما ضبط کلامش قوی باشه، دقت میکنید، اما در این که این بالاخره روایات همیشه نقل به الفاظ نیست، چون میدونید که میشنیدن اما این رو سعی میکردن، تو روایات هم داره، سعی کنید به نزدیکترین وجه نقل بکنید، چون اینها حد معرفتیشون اگر پایین باشه، اون موقع کلام امام تو قالب الفاظی که اینها گفتن بخواد ریخته بشه خیلی نازل میشه، اون وقت حد اینها چی میشه؟ در رعایت میشه. لذا باید به روایات که این نقل میکنه در حد خودش استناد کرد، نه در حد امام.
اما اگر از جهت معرفتی قوی باشه، امام هم مقصودش رو در حقیقت در حد او براش بیان کرده باشه، میتونیم در حقیقت به روایتش استناد بکنیم و استناد بدیم. این بحث مهمی بود که یه بار باید اینو بگیم که اینجا گفتیم، تا حالا نگفته بودیم این بحث رو. یه بار باید این بحثا گاهی هر کدومش یه جایی گفته بشه از جمله این نکته. میفرماید که سأل تو اول حسن رضا علیه السلام هل کان الله عز وجل عارفا بنفسه قبل ان یخلق الخلق؟ قال نعم، بله خدا عارف بوده به نفسش قبل ان یخلق الخلق. چرا؟ چون علم در مرتبه ذات حضرت حق راه دارد. کان الله ولم یکن معه شی، عالم است به ذاته، قادر است به ذاته، او در حقیقت موکول به بودن خلق نیست تا عارفاً به نفسه باشد. اینجور نیستش که اگر خلق ایجاد شد برای او معرفت در حقیقت چی بشه؟ اون تا کلمه عارفاً به نفسه کمتر تو روایات ما برای خدا عارف به خدا نسبت داده نمیشه. عارف معمولاً به خلق نسبت داده میشه، به انسان نسبت داده میشه، به ماسوی الله نسبت داده میشه، اما به خدای تعالی عالم نسبت داده میشه. خود این کلمه که اینجا به عنوان هل کان الله عز وجل عارفا به نفسه، اگر عالما به ذاته بود چی بود؟ مطابق قاعده قوی تر بود. این یه تضعیفیه برای چی؟ برای اون در حقیقت راوی که این رو به کار برده، چون به کارگیری الفاظ هم خودش یک ذوقی میخواد. به فرمایش از آیت الله بهجت، خود ذوق پیدا کردن در روایات آدم میفهمد که ذوق اهل بیت علیهم السلام در بکارگیری خودش در حقیقت یک چیه؟ تعلقه، یک در حقیقت تعمق، در یک نزدیک شدن به زبان اهل بیته که الفاظی رو به کار بگیرن که الفاظ چی هستش؟ تو لسان روایات از زبان معصوم اونگونه به کار برده میشه. اما اینجا ممکنه باز این رو هم از این باب بگیریم که تو شبهه اینجور به کار میرفته، یعنی از باب اینکه عالمن اگر بود خیلی آشکار بود و معلوم بود، عمدن عارفن به کار برده که اهل شبهه به کار میبرن تا شبهه رو کامل تقریر کرده باشه. ممکنه یه همچین تحلیلی هم بشه کرد. هل کان الله عز وجل عارفن به نفسه قبل ان یخلق؟ قال نعم. قلت یراها و یسمعها، آیا نفسش رو میبیند و میشنود؟ یعنی از نفسش، مثل این که مثلا دیدید ما گاهی با خودمون حرف میزنیم، صدای حرف خودمونم با خودمون میشنویم، منتها شنیدن گاهی با این گوش نیست، یعنی تو حدیث نفس داریم، درسته؟ با خودمون گفتگو میکنیم که اگر اینجوری گفت، حالا زبان نمیاریم و اینجوری میگم، اگر به او رسیدم اینجوری. این حدیث نفسه، میبیند انسان و میشنود، یعنی خودش رو از خودش میشنود. سوال میکنه اگر در حقیقت عارفن به نفسه از یراها و یسمعها، آیا مثل ما یراها و یسمعها داره نسبت به نفس خودش؟ قال ما کان محتاجن الى ذالک لانه لم یکن یسالها ولا یطلب منها. اونجا علم ذات به ذاته، علم ذات به ذات، هیچ در حقیقت حائلی و واسطه‌ای نیست در اونجا. ما در حقیقت علممون چون غفلت برداره و علممون ذاتی نیست، در حقیقت طلب از ذات معنا میده، تفصیل ایجاد میشه بعد از اجمال، دقت میکنید؟ بعد از جهل علم ایجاد میشه، تفکر باعث میشه که این رشد بکنه، اما در اونجا که اینا نیست. لذا میفرماید که لم یکن یسألها ولا یطلب منها، در اونجا نه سوال از نفس است، این یسألها ضمیر به چی برمیگرده؟ به نفس. نه سوال از نفسش خدا میکند، نه طلب میکند از نفسش چیزی را که اونجا سوال داشتش که یراها و ما کان محتاجن، چون این نه سوال میکند از نفس خودش خدا، نه طلب میکند. همه اینها خصوصیات چیه؟ خصوصیات ماست. حتی در اون رابطه های درونی خودمون که از نفسمون سوال میکنیم، از نفسمون طلب میکنیم، دقت میکنیم، مراقبه یک نوع طلب از نفس است، درسته؟ این که انسان مشارطه میکند یک نوع طلب از نفس است، مشارطه. اما خدای تعالی طلب از نفس ندارد، چون طلب از نفس از یک اجمال به تفسیر رسیدنه، از یک نقص به کمال رسیدنه، یک قایتی رو مترتب کردنه، در اونجا هیچ کدوم از اینها نیست، فعلیت محض است. بله خب همین میشنود، یعنی شنیدن سوال و جواب دیگه، طلبه، یعنی میشنود از خودش، یعنی با خودش گفتگو میکند، از خودش سوال میکنه، از خودش جواب میشنوه،
یسمعوها یعنی نسمع و نفس رو عرض کردم، مثال مثل خود انسان، گاهی تو حدیث نفس میکنه انسان، با خودش داره چی کار میکنه؟ گفتگو میکند، با خودش حرف میزند، از خودش میشنود، جوابم از خودش، از بیرون نیست. اما این یسمعوها طلب میکند از خودش، سوالی را جواب از خودش بیان میشه. در خدای تعالی اینا نیست، حدیث نفس نیست به این معنایی که اینها میگن، که بعدن حالا این نفی اون کلام متکلمین هم هست، یعنی این یسمعوها همون کلامی است که بعدن حدیث نفسی که متکلمین هم بیان میکنن و بعضی از متکلمین اصرار برش دارن که میگن کلام الهی قدیم است و کلام حتی صورت ملفوظ و مکتوبی که از قرآن هست، حتی بالاتر میگه این اونچه که قرائت میشود از قرآن قدیم است، آنچه که مکتوب نوشته شده چاپ شده همین قرآنی که دست شماست میگه همینم قدیم است. یعنی تا این حد هم بعضیاشون جلو میرن، چون میخوان بگن کلام الهی قدیمه، از اونجا شروع میشه تا میرسه به اینجایی که قول داره، قائل داره ها، میگه همین قرآنی که الان چاپ شده دست شماست یا اونی که نوشته شده مکتوبه همه اینها قدیم است. بابا این نویسنده داشته، این معلومه کی نوشته، این چاپخونه دارد، میگه هم حتی اون قرآنی که از زبان شما بیان میشه که تو حادثی خودت که داری متکلمشی، میگه اون قدیم است، چون میرسه به اینجایی که هیچ نحوه حدوثی رو نمیتونه نسبت به قرآن از غیرت زیادشه تحمل بکنه، اون موقع میرسه به اینجا که تا این حد خلاصه سخیف میشه مسئله. لذا این سوال از خود و شنیدن از خود دائر مدار اون حدیث نفسی است که در کلام هم میاد، که تکلم رو، کلام رو میخوان قدیم بگیرن، میگن خدا قبل متکلم بوده، بعد میگن متکلم بوده برای کی حرف میزده، پس میگن حدیث نفس میکرده، حدیث با خودش گفتگو میکرد، بعد میگن خب با خودش گفتگو میکرده میشنیده، خب میگه بله خب میشنیده، یسمعوها از خودش میشنیده، هم خودش گوینده بوده متکلم، پس در حقیقت سمع از خودش هم میشه قدیم. یعنی میخوام بگم این کلماتی که اینجا اومده فکر نکنید ساده است، یه موقعی جزو چی بوده؟ مهمترین مسائل کلامی بوده اینجا. و هو نفسه و نفسه هو، او نفس خودشه و نفسه هو، تفاوتی بین در حقیقت این دو نیست. هو نفسه، خدا نفس خودشه. اگر میگیم نفسش، در حقیقت اونجا گفت عارفن به نفسه، هو نفسه عارف است، اما هو نفسه و نفسه هو، تمایزی بین این دوتا نیست، حتی تمایز به اجمال و تفصیل، حتی تمایز مثلا به در حقیقت چی یک جزء و کل، هیچ کدوم از اینا راه ندارد، یه عینه حقیقت واحده است. هو نفسه و نفسه و قدرته نافذه فلیس یحتاج، هر جا قدرت نافذ باشد، ببینید علت میاره، قدرته نافذه فلیس یحتاج ان یسمی نفسه، وقتی قدرتش نافذ است احتیاج نداره که خودش رو در حقیقت چیکار بکنه، ان یسمی برای خودش اسم بگذاره. آدمی در حقیقت ماها اسم میگذاریم تا این اسم گذاشتن برای ما جهات ما رو آشکار بکند، جهات نقص ما رو به اصطلاح چیکار بپوشاند، ان یسمیان. اما خدای تعالی ان یسمی نفسه، منتها نه این تسمیه نفسش به خاطر خودش باشه که خودش در حقیقت بگه حالا این صفتم صحبت کن، اون صفتم مثلا نظر تو چیه، این صفتم تو چی کار میتونی بکنی، اونجا صفات در کار نیست. در جایی که خدا خودشه، خودش خودشه، از جانب خدا صفات مطرح نیست. صفات کجا مطرحه؟ این روایت خیلی زیبا، دو سه تا روایت داریم که این مسئله رو اینجور بیان میکنن، فلیس یحتاج ان یسمی نفسه، خودش اگر با خودش باشد احتیاجی به اسما ندارد، ان یسمی نفسه ندارد، اما ولکنه اختار لنفسه اسما ان لغیره، تمام این که خدا این همه اسما براش قرار داده شده و اسما هم توقیفی هستن، لغیره است. چرا لغیره است؟ میفرمان یدعوه بها لأنه اذا لم یدعا باسمه لم یعرف، اگر این اسما برای او نباشد، وقتی میخوان به او خوانده بشن لم یدعا باسمه، به اسمش خوانده نشن، لم یعرف، یعنی اگر اون ذات بدون تعین، بدون اسم، بدون رسم بخواد مخاطب خطاب قرار بگیره، قدرت خطاب نداریم ما. وقتی قدرت خطابم نداشتیم، قدرت در حقیقت همین رابطه دعایی هم برامون برقرار نمیشه، چون اون در حقیقت غیر متعین است. پس اسما حقیقتش برای چی؟ اسما الهی برای معرفت، لیعرفه برای این است که شناخته بشود. پس اگر جایی برای خودش مطرح باشد، اونجا اسم مطرح نیست.
پس این دو تا موطن رو در نظر بگیرید. خدای تبارک و تعالی کان الله ولم یکن معه شی، در اون مرتبه اسماء و صفات هم را ندارن. دقت کردید؟ در اون مرتبه اسماء و صفات هم راه ندارن، چون اونجا لم یکن معه شی. هر جا شیئی مطرح بود برای معرفتی، این که اشیا به او معرفت پیدا بکنند، اسماء قرار داده می شود. نه اینکه اونجا اسماء راه ندارد، یعنی خدا عالم نیست، خدا قادر نیست. دقت میکنید؟ اونجا اسماء چون مصداق فقط دیگه، نه مفهوم در کاره نه الفاظ در کاره، اونجا فقط حقیقت مصداق ذاته. خب اگر علم و قدرت عین ذات نبودن، دقت میکنید؟ علم و قدرت مگه عین ذات نیستن؟ علم و قدرت و حیات و اراده و سمع و بصر و اینا سمیع بودن و همه اینا در اونجا مطرحه، اما به عنوان اسما نیست. اونجا اینها تفکیک مفهومی هم ندارن، چون مفهوم در اونجا راه ندارد. تفکیک لفظی هم ندارن، چون اونجا لفظ راه ندارد. دقت کردید؟ این نکته که میگیم در اونجا اسما راه ندارد، نه حرف اشاعره رو میزنیم که اسما ذات خودشون قدیمند، به قدم در حقیقت ذاتی خودشون، ذات در حقیقت قدیم است، اسما هم چی بشه؟ قدیم باشن، بشن قدماء سمانیه. اون حرفو نمیزنیم که، میگیم در اونجایی که ذات مطرح است، اسما مطرح نیست، به معنای تغایر مفهومی، به معنای تغایر لفظی، اینجا اصلا اونو مطرح نیستش. و الا حقیقت اسم در اونجا چون عین ذاته، اونجا تفکیک بردار نیست. نمیدونم شبهه موقع ایجاد نشه در بیانا، حواستون باشه این نحوه بیان به شبهه منجر نشه. معلومه شبهه ایجاد شده یه دفعه او همه با هم شروع کرد. بله، علت ایجاد اسما یعنی این تغایرها، یعنی این که اسما مختلف دیده بشن، علم غیر از قدرت دیده بشه، قدرت غیر از حیات دیده بشه، حیات غیر از بله معرفته. ها، همین اشکال اینجا بود، دنبال این بودیم که این اشکال رو بکنید. اگر گفتید یه حقیقتی ایجاد میشه وقتی که میخواد معرفت پیدا بشه، البته حرف شما صحیح بود. اگر میگفتیم به خاطر اینها اسما رو خدا قرار داد، یعنی در حقیقت اخص به ما هو و اخص علت میشه برای اشرف به ما هو و اشرف، که اینی که اخصه حالا یه موجب شد که خدا اسم قرار بده، درسته؟ اما اگر گفتیم که اسم قرار دادن یعنی تو دایره معرفت و شناخت نسبت به اون حقیقت مطلق تعین پیدا کردن، اون حقیقت مطلق تعین پیدا کردن ایجاده، یا تعین پیدا کردن چیه؟ یک شناخت به وجهه. تعین پیدا کردنه که این اسم ممتاز از اسم دیگه و اون ممتاز از اسم سوم و اون ممتاز از اسم چهارم میشه، از جهت مفهوم و از جهت در حقیقت لفظ، از جهت مفهوم و از جهت لفظ، نه از جهت مصداق. این تعین مفهومی مال چی هستش؟ مال ضعف مدرکه که میخواد ادراک بکند. این لیعرف به یعنی چی؟ یعنی اگر کسی از جهت حقیقت وجودی رشد کرد، به مرتبه مشیت مطلق رسید، در اونجا اسما با هم دیگه چی هستن برای او؟ اون اطلاق رو پیدا میکنن دیگه. این مربوط به این است که معرفت تو دایره تعین محقق میشه و تمایز، و تمایز مربوط به نقص اون موطن اطلاقه. تونستم عرضو برسونم؟ پس این نازل شدن تو مرتبه تعینه، تو مرتبه در حقیقت پایین آمدنه. مثل این که خدای تبارک تعالی قرآن را که یک خزائن عظیمی عند الله دارد که لوح محفوظ است، نازلش میکنه در مرتبه چی؟ اما این به خاطر انسانها چیز جدیدی ایجاد نشده که بگیم که پس انسانها که اخصن، خدا باعث شد به خاطر این اخص چیکار بکنه؟ یه خلقی رو که اشرف است ایجاد. نه، اینجور نبوده که، بلکه این اشرف بوده و نزولش برای فهم این در حقیقت چی شده؟ این تنزله، تا این از این تنزل، این به اصطلاح ریسمان رو بگیره بیاد بالا برسه تا به اون کن. در اسماء هم همین جوریه. بله، ببینید، ما قائلیم که در مرتبه ذات علم هست، قدرت هست،
قائلیم به این و اسما رو عین هم میدونیم و عین ذات، اونا اینو قائل نیستن. لذا منجر میشه کلامشون به این که ذات بدون کمالات، مجبور میشن آخر به این برسن. اما ما قائلیم به این که ذات در مرتبه ذات یه حقیقت واحده مصداقیه است که علم و قدرت و اراده و حیات عینشه، نه اینکه در حقیقت اوجا اون لیسیده خالیه و اینا نیست. جان نه دیگه، اون به سلبم نمیکشه، اون سلبم یه قول دیگریه که بگن همه کمالات به نحو سلب در اونجا موجوده، به نحو اینکه سلب نقصه ما نمیفهمیم، او در معرفت اونجا اونم نیست. بله فلیس یهدا، بله لانه اذا لم یدع باسمه لم یعرف فاول مختار لنفسه. اینا ببینید اینا گفتارش ساده است، اما اینکه داره خبر میده از اون موطنی که اول و مختار لنفسه، که خدای تعالی اولین اسمی که برای خودش اختیار کرد چی بوده؟ العلی العظیم بوده. چرا العلی العظیم بوده؟ از یک واقعیتی داره حکایت میکند این. لذا اگر ما در نماز سبحان ربی الاعلا و سبحان ربی العظیم داریم، دقت بکنید که با این که این اول اسما اول و مختار لنفس العلی العظیم رابطه دارد، که خدای تعالی علو ذاتیه دارد بر همه و اون علو ذاتیهش موکول به بودن دیگری نیست، یه علو اضافیه دارد بر همه. پس یک علو ذاتیه دارد، کان الله ولم یکن معه شیء، که اصلا قابل قیاس نیست با بقیه موجودات، علو ذاتی، عظمت ذاتی، دقت میکنید؟ اما یک علو و عظمت چی دارد؟ اضافی دارد، اشکالی هم نداره. علو و عظمت اضافیش این است که هر چیزی رو که در نظر بگیرید خدا در مرتبه فعل از او اعظم است و اعلاست. دقت بکنید خدای تعالی افعال و تفضیل در مورد ذات خدا اصلا به کار برده نمیشه، اما در مورد فعل خدا اشکالی ندارد افعال و تفضیل به لحاظ فعل. دقت کردید منظور چی شد؟ نسبت به ذات افعال و تفضیل راه ندارد، اما نسبت به موطن فعل بگیم خدا اعلام من کل شیعه غلطه؟ نه، در روایت به کار برده العلی العظیم لانه اعلى الاشیاء کلها، خدا اعلای از همه اشیاس کلها، فمعناه الله، معنای در حقیقت این که خدای تعالی حقیقت ذاتش الله هست که مشیر به اوست، و اسمه العلی العظیم. این در حقیقت اصل صفت ذات میشه الله، اما صفاتی که مشیرن به اون ذات میشن چی؟ العلی العظیم. و اسمه العلی العظیم هو اول اسمائی علا کل شی، علا خدا علا کل شی، یعنی این علوش بر کل شیه. دقت میکنید که هم میتونه علا کل شی احاطی باشد که در حقیقت چی باشه؟ بگیم ذات در مرتبه ذات، هم میتونه در مرتبه فعل باشه که اعلی الاشیا باشد، هر دو امکان پذیره، مانعی هم ندارد. پس علو ذاتی حضرت حق موکول به بودن چیز دیگری نیست، اما علو صفتی، علو فعلی در قیاس با موجودات دیگه اشکالی ندارد در مرتبه صفت، در مرتبه فعل. در مرتبه این که اینها احتیاج به غیر ندارن العلی العظیم، حالا بیان میکنیم که گاهی حیات هم چی هستش؟ حیات هم احتیاج به غیر ندارد. مون تا اینجا که اول و مختار لنفسه العلی العظیم شد، سلطه و احاطه است، یعنی در اینجا عدم احتیاج به غیره و سلطه و احاطه است و بقیه تو اینجایی که میخواد شناخته بشه. کدام مقام اینجا؟ کدوم مقام این؟ مقام معرفته. در مقام شناختن اغیار نسبت به او کدام صفت اولین مختار است؟ حیثیت رو دقت بکنید. اول و مختار لنفسه، اولین دو اسمی که برای خودش انتخاب کرد العلی العظیم بوده. در مقام چی؟ در مقامی که میخواستن بهش معرفت پیدا بکنن. دقت کرد، همین دقت رو میخواستم عرض کنیم که اینجا در مقام معرفته، اونجا در مقام چیه؟ ظهوره. یعنی در مقام، یعنی اینا هر کدام یه راه رو داره نشون میده. لذا انسان در مقام معرفت منجر میشه آخرش به علی عظیم، که اون مناجات شعبانیه هم که خیلی عالیه، به اون عزت، مقام عزت انسان در حقیقت چی میشه؟ فسیقه به جلاله، که حالا دیگه اذان و السلام علیکم رحمت الله و برکاته صلی الله محمد. ظاهرا بعد از محرم میشه اصول کافی دیگه. المیزان هستیم خدمت دوستان. بله هفته دیگه درس هست تا آخر هفته یا نه؟ هستش تا آخر هفته. خب اگه هستش ان شاء الله در خدمتتون هست. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. خداحافظ شما.